واحد سه، حمایت ها و خدمات به عنوان پناهندهی که استقرار مجدد یافته است، شما به انواع مختلفی از حمایت ها دسترسی خواهید داشت که به شما کمک می کند تا خود را با زندگی در کانادا تطبیق دهید. اینکه این, این کمک ها و حمایت ها از کجا می آیند، با توجه به برنامه استقرار مجدد شما متفاوت است. چهار نوع برنامه استقرار مجدد مختلف وجود دارد. برنامه پناهندگان تحت حمایت دولت افرادی که با برنامه پناهندگان تحت حمایت دولت استقرار مجدد پیدا می کنند، کمکهای مالی از دولت و حمایت فوری برای استقرار را از سازمان های با بودجه دولتی دریافت می کنند. برنامه حمایت خصوصی از پناهندگان افرادی هستند که توسط گروه ها یا سازمان خصوصی حمایت و پشتیبانی می شوند. در این موارد، افرادی که تحت برنامه حمایت خصوصی از پناهندگان استقرار می آبند، کمک های مالی و حمایت های فوری جهت استقرار را از حامیان خصوصی خود دریافت می کنند. حامیان از نظر قانونی مسئولیت دارند تا برای پناهندگان تحت حمایت خود کمک های مالی محدودی را تحت برنامه حمایت خصوصی از پناهندگان فراهم نمایند. حامیان اجازه ندارند از پناهندگان پولی درخواست نموده یا به آنها بگویند که برای تحت حمایت قرار گرفتن باید از پیش پول بپردازند. حتی اگر قول بدهند که به محض رسیدن پناهندگان به کانادا آن پول را پس خواهند داد. برنامه حمایت های مشترک دولتی و خصوصی افرادی که تحت برنامه حمایت های مشترک دولتی و خصوصی استقرار مجدد پیدا می کنند، کمک های مالی خود را از دولت دریافت می نمایند. آنها حمایت های فوری برای استقرار خود را از سازمان های با بودجه دولتی می گیرند. آنها حامیان خصوصی دارند که در کانادا حمایت های جانبی دیگری در اختیارشان می گذارند. برنامه ترکیبی ارجایی از اداره صدور ویزا افرادی که تحت برنامه ترکیبی ارجایی از اداره صدور ویزا استقرار مجدد میابند، کمک های مالی از دولت و حامیان خصوصی خود دریافت می کنند. آنان حمایت های فوری جهت استقرار خود را از حامیان خصوصی دریافت می کنند. سرف نظر از اینکه برنامه استقرار مجدد شما کدام است، کمک های مالی که در کانادا به شما تعلق می گیرد، محدود است. مقدار این کمک ها بستگی به عوامل متعددی من جمله بزرگی خانواده شما، سن اعضای خانواده، جایی که زندگی می کنید و نیازهای خانواده خواهد داشت. سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما می توانند کمک کنند تا هزینه های خود را بودجه بندی کرده و از آن پیروی کنید. حمایت های فوری هم که جهت استقرار در کانادا دریافت خواهید کرد، چه از سوی سازمان با بودجه دولتی و چه از طرف حامیان شما محدود خواهد بود مدت زمانی که این حمایت ها ادامه خواهد داشت بستگی به نوع برنامه استقرار مجدد شما داشته و ممکن است با توجه به شرایط شما تغییر کند به حمایت های فوری که جهت استقرار خود در کانادا دریافت خواهید کرد نگاه کنید پوشاک زمستانی در صورتی که در زمستان وارد کانادا شوید حمل و نقل از مقصد نهایی به جایی که برای اقامت در آن خواهید ماند. محل اقامت موقت کمک برای پیدا کردن محل اقامت دائمی و وسایل خانه و ارجاع شما به جاهایی که حمایتهای طولانی مدت بیشتری جهت کمک به استقرارتان در کانادا در اختیار شما میگذارند. این اهمیت دارد که شما به مقصد از قبل تعیین شده خود سفر کنید. در آنجا شما بر اساس نیازهای خود برای استقرار حمایت میشوید در غیر این صورت ممکن است در دریافت کمک های مالی و حمایت های فوری شما وقفه ای رخ دهد اگر قصد دارید به شهر یا جای دیگری بروید باید سازمان با بودجه دولتی و حامیان خود را در اولین فرصت ممکن در جریان امر بگذارید اگر تحت برنامه پناهندگان تحت حمایت دولت استقرار مجدد پیدا می کنید، ممکن است در صورت جابجا جا شدن تأخیری در دریافت کمک های مالی شما پیش بیاید. اگر تحت برنامه حمایت خصوصی از پناهندگان یا برنامه ترکیبی ارجایی از اداره صدور ویزا استقرار مجدد میابید، ممکن است اگر در همان شهر یا جایی که حامیان شما هستند زندگی نکنید، دیگر واجد شرایط دریافت کمک های مالی و حمایت های استقرار از حامیان خود نباشید. همچنین مسئولیت پرداخت کلیه ی هزینه ها و فراهم کردن مقدمات جابجایی به, به شهری دیگر من جمله هزینه سفر و محل اقامت بر عهده شما خواهد بود صرف نظر از اینکه برنامه استقرار مجدد شما کدام است شما باید به خدمات دراز مدت برای استقرار خود از سوی سازمان با بودجه دولتی دسترسی داشته باشید آنها می توانند به شما برای رفع مشکلات استقرار، آشنا شدن با افراد مختلف، یادگیری مهارت ها، پیدا کردن کار و بسیاری امور دیگر کمک کنند. به خاطر داشته باشید، سازمان های با بودجه دولتی برای استقرار مسئولیت دارند که به همه تازه واردین کمک کنند. و خدمات آنها رایگان است. مفید خواهد بود اگر این اطلاعات را بار دیگر زمانی که وارد کانادا شدید مرور نمایید. به شما قویا توصیه می شود که از حمایت های موجود بهره ببرید تا به شما در استقرار مجدد و سازگاری با زندگی در کانادا کمک کند.